درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته های زندگی شخصی کیوان و مرجان عباسی و چکیده ای از مصاحبه ها و گفتگوهای اخیر کیوان عباسی مدیر و مالک شبکه تو با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. کیوان عباسی که در تمام 14 سال طول کارش و مدیریت شبکه منوتو هیچ وقت جلوی دوربین حاضر نشده بود حالا جلوی دوربین قرار گرفت و در یک برنامه سه قسمتی و همینطور در ادامه اون در برنامه امید ای ام حاضر شد و به حرفها و درد و دلهای طرفداران این شبکه پاسخ داد اون گفت متاسفانه کارمون به جایی رسید که دیگه جای رشد نداشتیم وقتی یه تلویزیونی نتونه رشد کنه دیگه کسی نمیتونه روش سرمایه گذاری کنه و دیگه نمی کارهای جدیدی درست کرد وقتی هم که نشه کارهای جدیدی درست کرد دیگه ادامه دادن فایده نداره من در ماههای آخر همه سعیم رو کردم توی سفرها و جلسه هایی که با آدم های مختلف داشتم همه سعیم رو کردم که نذارم کار به اینجا بکشه اما خب نشد کیوان عباسی در مورد زندگیشون گفت توی سال 57 درست سالی که انقلاب شد ما ایران رو ترک کرده بودیم چون من یک عمل روی ستون فقرات هم داشتم و درست یه میله بغل نخا هم قرار دادن و تصمیم داشتیم که بعد از اون برگردیم ایران چون پدرم میگفت که ما مجبوریم خونه رو بفروشیم و کلا از ایران بریم اما پدرم به خاطر شغلش نتونست به ایران بیاد و من و مادرم برگشتیم پدرم بیزینسمن بود و همه کار میکرد همه ای آدم های بزرگ توی دنیای بیزینس رو می شناخت. اما یکی از جرم های اصلی که بعد از عوض شدن حکومت در ایران براش بریدن این بود که با اسرائیل همکاری میکرد پدر من از اسرائیل پرتغال وارد میکرد اما کسی نمیدونست که پدر من از نوار غزه پرتغال میوورد یعنی از طرف عرب ها و فلسطینی ها نه از طرف اسرائیلی ها و جالب بود که چون خونمون تو قیطریه بود نمیدونم به چه دلیل ما نمیتونستیم آنتن تلویزیون رو رو نصب کنیم و اصلا نمیشد پدرم چند نفر رو اوورد که یه آنتن خیلی بلند نصب کنن چون من و برادرم عاشق تلویزیون بودیم و هر روز گریه می کردیم که ما میخوایم برنامه های تلویزیون رو ببینیم که اونم بعد از انقلاب شد یکی از جرمهاش گفتن اینا اسرائیل میرن میان پس حتما دارن با اونها کار میکنن و برای جاسوسی هم یه آنتن بلند زدن و اینطوری بود که اوایل انقلاب خیلی پاسدارا میریختن خونه ما دنبال پدرم و مدارک و مسائل سیاسی بودن هیچ وقت هم هیچ چیزی پیدا نکردن شانسی هم که داشتیم هم از طرف پدری و هم از طرف مادری خانواده های هر دوشون ارتشی بودن مادرم یه چمدون پر از عکس قدیمی از پدر و پدر بزرگش داشت سردار علی رفعت نقدی که از یاران نزدیک رضا بود و هم بنیانگذار ژاندارمری کل کشور بود و تو بیشتر عکس های اون کنارشه پسرش هاشم هم توی ارتش بود و سرلشکر یحیا نقدی که پدر بزرگم بود آجودان مخصوص محمد رضا شاه بود توی دوران سریا و ما شبانه توی حیات خلوتمون همه اون چمدون عکس ها و لباس ها و یادگاری ها و مدال های پدر بزرگم رو دور ریختیم و آتیش زدیم و از بین بردیم همش مامانم هم میگفت اگر اینها رو پیدا کنن توی دردسر بزرگی میافتیم که بعدا بعد از مهاجرت من از چند تا از فامیل ها و آشناها چند تا از عکس ها رو پیدا کردم و از روشون کپی گرفتم توی سال 1979 ما ایران بودیم تا 82 با مادر و مادر بزرگم زندگی می کردیم دوران خیلی سختی بود چون فشار زیادی رومون بود ما ممنوع خروج شده بودیم پدرم در آمریکا مونده بود و مادر ایران اونها هم که هر روز تصمیم داشتن همه خونه و زندگیمون رو مصادره کنن مادرم تصمیم گرفت برای آینده ما از ایران بیرون بیاد و من شانسی که آوردم به خاطر مشکل ستون فقرات هم تونستیم از یه دکتری دوباره نامه بگیریم که بگه این نیاز به عمل دوباره داره و باید زودتر از ایران خارج بشه و عمل کنه تابستون 1982 با مادرم خارج شدیم از ایران و اومدیم لندن و مادر بزرگم هم چند ماه بعدش متاسفانه فوت کرد و جمهوری اسلامی هم خونه رو با همه وسایلش و ماشین و هر چی که توش بود رو مصادره کرد و اینطوری شد که ما دیگه نتونستیم برگردیم من 17 سالگی و و بعد از مدرسه دیگه درس رو ول کردم و دوست داشتم برم کار کنم و بیزینس داشته باشم برا خودم همیشه دوست داشتم یه چیزی رو بسازم هیچ وقت دوست نداشتم یه جایی کارمند باشم از رستوران تا شرکت آیتی و هر کاری که میتونستم کردم تا بیزینس خودم رو پیدا کنم خیلی از چیزهایی که من امروز در مدیریت میدونم به خاطر برادرم کوروشه چون آدم خیلی سخت گیری بود و من ازش خیلی چیزها یاد گرفتم و وقتی که توی شرکت آیتیش کار میکردم باعث شد که ذهنم خیلی باز بشه. زمانی که زیا آتابای رسانه انای تیوی رو شروع کرده بود یه تلویزیونی بود که فقط برای ایرانی های خارج از کشور پخش میشد و همش میگفتند که اصلا امکانش نیست که این فرکانس ها برای ایران ارسال بشه اما به شکل تصادفی و اشتباهی فرکانس ها جوری تنظیم شد که یک روز یک نفر با برنامهشون تماس گرفت و گفت که من دارم از اصفهان شما رو از طریق ماهواره تماشا میکنم و اون اولین باری بود که برای نسل مادر من که مثلا بعد از انقلاب از ایران خارج شده بودن و کلا ارتباطشون با کشورشون قطع شده بود دوباره یه راهی باز شده بود که بتونن با هموطنانشون در ارتباط باشن تا قبل از اون با نوارهای ویدیویی VHS موقع نوروز کلیپ های خواننده ها رو میدیدیم اما از طریق تیوی دیگه میشد به شکل زنده مجری ها و خواننده های قدیمی و بازیگر ها رو دید و حرف هاشون رو شنید اونها هم از طریق تماس تلفنی با دغدغه ها و مدل زندگی مردم در ایران آشنا میشدن. شدن تلویزیون ها هر روز بیشتر می و من شنیدم پدرم داره میره لس آنجلس که تلویزیون آزادی رو راه بندازه پدرم به شدت طرفدار سلطنت و پادشاهی بود و پرچم شیر و خورشید و عکس شاه و شاهزاده و رضا شاه همه جا بود من هر وقت مسافرت میرفتم پیش پدرم دوست داشتم با خودش برم تلویزیون و اون محیط رو از نزدیک ببینم هرچند اصلا چیزی بلد نبودم و اصلا متوجه اهمیت پرچم شیر و خورشید و معنی آزادی و وطن و این چیزها زیاد نبودم چون خیلی سنم کم بود که از ایران رفته بودیم اما مثل کارمند از صبح تا شب میرفتم اونجا و کارهای اونها رو میدیدم از بچگی عشقم تلویزیون بود پدرم میگفت اگه خیلی دوست داری خب بیا اینجا زندگی کن و اجازه کار بگیر و با ما کار کن وکیل به من گفت تو دانشگاه نرفتی تجربه کاری هم نداری و اصلا امیدی نیست که بتونی ویزا بگیری من و مرجان هم تازه ازدواج کرده بودیم و یکی دو سال از ازدواجمون گذشته بود و یه خونه هم خریده بودیم خودم هم خیلی شک داشتم اما الان که تعریف میکنم تازه میفهمم مرجان مثل کوه پشتم بوده همیشه هر وقت هر ایده ای که توی سرم هر چیزی که گفتم نگفته ما تازه خونه خریدیم ما تازه راه دیگه ای رو شروع کردیم ما تازه زندگیمون رو شروع کردیم الان نباید دوباره مهاجرت کنیم اما خیلی سریع خونه رو گذاشتیم برای اجاره و وکیل دنبال کار ویزامون بود منم شروع کردم به گرفتن کتاب های مختلفی از کتابخونه در مورد بیزینس تلویزیون که اصلا دستگاه ها چیان فرکانس ها چجوری کار میکنن ماهواره چجوری کار میکنه تا اینکه به شکل ناگهانی کاری که میرفتم یعنی شرکت آیتی برادرم بسته شد روز بعدش هم وکیل زنگ زد و گفت تو به شکل عجیبی شانس آوردی و اجازه کارت در آمریکا صادر شده و میتونی بری سال 2003 وارد آمریکا شدم از صفر شروع کردم کار رو یاد گرفتم و از پدرم و همکارانش اون هدف مبارزه و وطن پرستی رو یاد گرفتم کار پدرم اصلا به خاطر پول نبود پدر من اصلا به پول احتیاج نداشت چندین و چند تا شغل داشت که بتونه پول در بیاره اما همه اون کسایی که توی دفتر تلویزیون آزادی کار میکردن فقط برای عشق به ایران کار میکردن بهروز سور اسرافیل مرحوم رضا فاضلی مسعود اسداللهی و همه کسایی که اونجا کار با عشق به وطن کار میکردن من اونجا یه جعبه نوار کاست دیدم با مرحوم فریدون دائمی مسئول خبر هم اتاقی بودیم پرسیدم اینا چیه گفت یه سری سخنرانی های شاه و بختیار و یه سری خبرهای قدیمیه که ما زیاد ازشون استفاده نمیکنیم سخنرانی شاه اون بود که میگفت صدای انقلاب شما رو شنیدم من اولین بارم بود که اینها رو میشنیدم سخنرانی بختیار بود و چندتا سخنرانی مهم دیگه به خودم گفتم همه مردم ایران باید اینها رو بشنون اما اصلا چیزی نداشتیم که اینها رو باهاش ترکیب کنیم رفتم پیش تدوینگرمون و بهش گفتم میتونی این صداها رو, رو روی فیلمهای قدیمی شاه بذاری و یه ویدیوی خیلی کوتاهی از چکیده صحبت شاه و بختیار روی تصاویر اونها ساختیم اون موقع دو تا مدل تلویزیون بود یا کاملا سیاسی یا کاملا سرگرمی سیاسی ها هم متفاوت بودن چپ و راست و مصدقی و سلطنت طلب و همه با هم فرق داشتند و تبلیغ متفاوتی میگرفتند. اما اگر تلویزیونی داشتی که توش اصلا حرف سیاسی نمیزدی بیزینس های خیلی زیاد بودن که حتی از داخل ایران بهت تبلیغ میدادن و این رو ذکر میکردن که اصلا نباید حرف سیاسی بزنی مثلا قنادی دکتر رستوران هایی بودن که خارج از ایران بودن و اونها تبلیغ میدادن تلویزیون آزادی اما در نهایت مثل خیلی از تلویزیون هایی که تعدادشون زیاد بود و تبلیغ ها کم و کمتر شد و خیلی از خواننده ها و هنرمند ها هم اون موقع میترسیدن و اصلا با تلویزیون های سیاسی کار نمیکردن هر ماه پول کم می اومد و دیگه داشتیم ضرر میکردیم خیلی از ها رفتن به تلویزیون های دیگه یا حتی تلویزیون خودشون رو زدن و شریک پدرم به پدرم گفت که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دیگه باید تلویزیون رو ببندیم اما من اصلا ناراحت نشدم چون من رویای دیگه ای داشتم و تازه انگار اول کار بودم بعد مسعود جمالی از تپش به هم زنگ زد من اونها رو از لندن میشناختم سر کنسرت های خانم گوگوش با هم کنسرت میذاشتیم با هم همکاری میکردیم به من گفتن بیا به ما توی تبلیغات کمک کن ما یه همکاری میخوایم که به کار مدیا آشنایی داشته باشه و من یازده ماه با آقای امیر قاسمی در تپش همکاری کردم و از اونجا متوجه تفاوت اساسی تلویزیون سیاسی و سر گرمی در دنیای ایرانی ها شدم. فضای خواننده ها برنامه های شاد و تبلیغ های زیادی که از همه جای دنیا براشون میومد. اون موقع ها تازه توی آمریکا کانال های تاریخی و مستند ها داشت رشد میکرد و دیده میشد و من ایده داشتم که ما باید توی مارکت ایرانی مستند نشون بدیم به زبان فارسی. بیزینس پلن نوشتم و خلاصه دنبال سرمایه گذار بودم. حتی اسمش رو هم کاوش تیوی گذاشته بودم و مدت زیادی با اون بیزینس پلن و دیویدی که سرمایه گذار رو پیدا کنم از این شرکت به اون شرکت میرفتم تا اینکه یکی از فامیل ها و آشناهای دور مرجان از دوبه تماس گرفت و گفت ما یکی رو میشناسیم که داره کارهای مدیا میکنه توی خاور میانه و تصمیم داره تلویزیونی به زبان فارسی هم بزنه اما ما باید برای اون کار میرفتیم اردن کار تا جایی پیش رفته بود که حتی من رفته بودم کت و شلوار هم خریده بودم خونهمون رو برای اجاره گذاشته بودیم و چمدونامون هم بسته بودیم یه شب سر شام در خونه پدری بودیم میلی دریافت کردم و اونا گفته بودن که کلا برنامه هامون به هم خورده و پول لازم جور نشده و کلا همه چی کنسله و اصلا نمیدونستم که چجوری باید این خبر بد رو به مرجان و بقیه خانواده بدم اما فردا صبحش به محض بیدار شدن و سرچ کردن در اینترنت یه مقاله دیدم در مورد برنامه های اینترنتی و کانال هایی که روی اینترنت بودن مثلا یه سری علاقمندان به ورزش حق عضویت میدادن عضو اون کانال ها می شدن و برنامه های ورزشی رو تماشا میکردن خیلی برام جالب بود که از طریق اینترنت بتونی ویدیو بذاری و همه از همه جای دنیا ببینن دیگه حالا ایده جدید داشت و دیگه میخواستم برنامه های اینترنتی بسازم یه سری همکارای جوونی بودن که قبلا توی تلویزیون آزادی با ما کار میکردن امیر مایک و حتی تدوینگر مصریمون رها اعتمادی از آشناهای دورمون بود با اون صحبت کردم که اون زمان دانشجو بود بعدا تیام به جمع ما اضافه شد اومدیم سه تا کانال زدیم برای ایرانی ها. یکیش شبکه تفریح و سرگرمی بود یکیش در مورد موزیک بود و کانال سوم اسمش ویپاد بود که ایرانی ها از خودشونو و زندگیشون و نحوه مهاجرتشون فیلم میگرفتن و برای ما میفرستادن و ما به اشتراک میذاشیم یه چیزی مثل به زندگی من خوش آمدید اما ویدیوهای کوچیک 6 7 دقیقه ای حدود 600 هزار دلار پول میخواستیم و خلاصه بودجه جور شد و ما اون کار رو شروع کردیم ما به همراه بچه ها همه ایده هامون رو تست می کردیم و خدا رو شکر طرفداران زیادی هم داشتیم. همش در حال سرچ کردن بودیم. توی سایت های مختلف مصاحبه و مستندهای مختلف رو میدیدیم و ازش ایده بر می و رو اجرا می کردیم. اما بعد از گذشت یک سال سرمایه گذار گفت که این یک فاجعه است و توی یک سال هیچ پولی در نیاوردیم و اصلا تبلیغات جواب نداده من هم جلسه گذاشتم و به بچه ها گفتم باید تعطیل کنیم حتی بچه ها حاضر شدن حقوقشون رو 50 درصد کم کنن که این کار رو ادامه بدیم اما باز هم نتونستیم اما این ایده که باید تلویزیونی برای ایرانی ها باشه که یه سر و گردن از بقیه تلویزیون ها بالاتر باشه و خیلی از ایده ها و برنامه های مدل خارجی ها رو نشون بده چون ایرانی ها لیاقتشون خیلی بیشتر از این حرف هاست از سر من بیرون نمیرفت با رها و تیام و مرجان و بقیه بچه ها جلسه گذاشتیم و قرار شد اسم شبکه رو من تو تیوی بذاریم که این اسم ایده مرجان بود اومدیم لندن دنبال جایی برای استودیو گشتیم و خلاصه سوله بزرگی رو پیدا کردیم که پنج ساله اون رو اجاره کردیم و ما از روز اول اصلا دنبال برنامه سازها و تهیه کننده های با تجربه نبودیم چون ها کار و سخت می گرفتن آگهی استخدام گذاشتیم و جوونهای خلاق و پر انرژی رو استخدام کردیم هر کسی که انرژی مثبت داشت و دوست داشت که کاری انجام بده استخدام می شد اصلا هم مدرک و درس و دانشگاه برامون مهم نبود و فقط انرژی و پشت کار مهم بود من یه فکری تو سرم بود که باید برنامه استعدادیابی اجرا کنیم و دلم میخواست با خانم گوگوش همکاری کنیم با ایشون صحبت کردیم ایشون هم قبول کردند و خلاصه آکادمی گوگوش اولین برنامه‌ای بود که شبکه منوتو رو سر زبون ها انداخت ما توی منوتو هیچ خط قرمزی نداریم در مورد جنسیت ها، گرایشات دینی و خیلی مسائل دیگه و همین باعث شد که برای مخاطبان ایرانی هم تابو شکنی بشه بعد دونه دونه بچه ها با خلاقیت ها و ایده هاشون جلو اومدن یکی از ایده ها تونل زمان بود که در ابتدا قسمتی از برنامه منوتو پلاس بود بعد جدا شد و شد یه برنامه کامل ایده بعدی به فرمایید چام بود که ایدهش از تیام بود اون تو این مدل برنامه رو دیده بود و گفت بیا درست کنیم و کیوان عباسی در همه قسمت های صحبت هاش از مرجان همسرش تشکر کرد و گفت یکی از مهمترین دلایل موفقیت من توی همه کارها مرجان بوده چون من خیلی احساسی جلو میرم اما مرجان همیشه قسمت منطقی و عقلی قضیه رو میسنجه همیشه هم توی همه کارها اون احترام و اعتمادی که لازم بوده رو به من داده و به همه تصمیمات من احترام گذاشته و اهمیت داده هرچند که دیدمون خیلی با هم فرق میکنه و مرجان خیلی واقعبینه بینه به همه چی و مطمئنم که بدون مرجان هیچ وقت نمیتونستم موفق باشم من بیشتر الگوهای من و رو از شبکه های خارجی گرفتم خیلی ها میگفتن کار بدی می میکنی که کپی میکنی اما واقعیتش اینه که وقتی خودت ایده رو از اول بدی خیلی ریسک بزرگیه و ممکنه دیده نشه و کلی هم براش هزینه کنی اما بچه خلاق من و تو هم برنامه های زیادی رو از خلاقیت و فکر خودشون ساختن مثلا برنامه شبکه نیم رو ایدش رو من دادم البته از روی یه برنامه تنز سیاسی که در انگلستان پخش میشد و وقتی 13 14 سالم بود میشستم و نگاه میکردم و اونجوری با سیاست انگلستان آشنا شدم به مرجان گفتم اون گفت خیلی تخت ساخت عروسکهاش نوشتنش اجراش ولی من دنبال قضیه رو گرفتم و توی 6 هفت ماه شروع کردیم به ضبط کردن و ساختن آقای کیوان عباسی در ادامه هم در مورد سخت ترین دوران کاری در منو تو گفت ته اعتراضات و انقلاب مهسا خیلی برای همه ما سخت بود و انگار هویتمون عوض شده بود فشار خیلی زیادی روی همه ما بود هر لحظه ویدیوهای دردناک و گریهداری به بهمون می میرسید و اصلا نمیدونستیم باید چیکار کنیم یه وقتهایی با مرجان تا صبح توی اتاق گریه می کردیم. موقع تدوین ویدیوهایی که از ایران اومده بود و همش میگفتیم باید برای ایرانمون چیکار کنیم ما چه کاری از دستمون برمیاد البته که دوران کرونا هم خیلی برامون سخت بود 200 نفر اینجا کار میکردن و ما خیلی میترسیدیم که برای کسی اتفاقی بیفته اما با اولین قرنطینه توی لندن وقتی تعداد بچه های توی استودیو کم شد انگار همه مسئولیت پذیرتر شدن و چند سال بزرگ شدن باز همیشون در پایان مصاحبهش گفت مرجان همیشه مثل سوتون بوده برای من و من همیشه بهش تکیه کردم و راز اصلی موفقیت و تو متعلق به مرجانه و به نظرم اصلا بدون مرجان منوتوی وجود نداشت مرجان کسی بوده که همیشه احساسات رو از کار جدا می کرده و نظم و منطق داشته و من به عنوان کیوان عباسی خیلی زود احساساتی می شدم و هر ایده که بهم به میدادن خیلی زود می گفتم خوب اجرا کنید ولی مرجان روش فکر می کرد و همه جنبه هاش رو در نظر می گرفت و در حقیقت قهرمان زندگی من مرجانه مرجان از اول اصلا به مدیا علاقه نداشت ولی پشت من و فکر بود در ادامه ایشون در مورد کودتای کوچیک در منوتو گفت افرادی که سعی کردند برای من و های مختلف بسازن اون رو به اسرائیل و عربستان و ایالات متحده وست کنن و اون رو به عنوان شبکه برانداز برای مردم بدونن که سعی داره ذهن جوانها و نوجوانها رو شستشو بده و دستهای پشت پرده ای که به اونها ایده میده و اونها این برنامه ها رو میسازن آقای کیوان عباسی گفت همه این اتفاقها برای همه بوده اما هر چقدر بزرگتر بشی شایع و جنجال های پشت سرت هم بزرگتر میشه ایشون در مورد کارمندهای زیادی هم که به یک باره و به شکل بدی از منوتو رفتن و بعد هم پشت سر این شبکه و عوامل و مدیرانش حرفهای بسیار نامحترمانه ای زدن گفت هیچ وقت هیچ کس تا آخر عمر نمیتونه یه جا کار کنه رفتن و تغییر کار اوکیه اما نحوه رفتن خیلی مهمه مثلا کارمندای خارجی که توی منوتو کار میکردن خیلی صاف و رو راست می اومدن من میخوام برم فلان جا کارش بهتره زمان کاریش کمتره یا مثلا به محل زندگیم نزدیکتره خداحافظی بازی می و میرفتن و هر چند وقت یه بارم با یه جعبه شکلات به ما سر میزنن یا مثلا بعضی وقتها به ما زنگ میزنن اما بعضی از همکارانمون خیلی بد رفتن شبکه های دیگه بهشون پیشنهاد حقوقهای بیشتر دادن اونها هم خیلی بد رفتن و انگار پل پشت سرشون رو خراب کردن اما برای من اونهایی که رفتن مهم نیست اونهایی که موندن مهمن آقای کیوان عباسی در پایان هم گفت و من مطمئنم که هر دری که بسته بشه در دیگه باز میشه و این راه ادامه داره با آرزوی سلامتی برای کیوان و مرجان عباسی و تمام همکارانشون در شبکه منوتو. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش از ویدیوهای جدید ما زودتر با خبر بشید.